لحظاتی دیگر با اخبار چهارشنبه 22 تیر ماه با شما خواهیم بود. و اما مهمترین عناوین خبری امشب: رفع حصر و بندها، ابتدایی ترین لوازم برای برگزاری انتخابات آزاد، هشدار آیت الله امجد به حاکمان قبل از سقوط به حرف مردم گوش دهید، رد درخواست جمهوری اسلامی از سوی آژانس انرژی اتمی، سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد نظام، رهبری و انتخابات، اظهار نظر یک راهیافته به مجلس از گزارشگر حقوق بشر باکی نداریم و تفکیک جنسیتی تحقیرآمیز و طالبانی در دانشگاه علامه طباطبایی. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه رسا. با اخبار چهارشنبه 22 تیر ماه در خدمت شما هستم. رفع حصر و بندها ابتدایی ترین لوازم برای برگزاری انتخابات آزاد است. سید هادی خامنه ای گفت چگونه انتظار دارند در انتخابات شرکت کنیم. دبیر کل مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه وقتی میتوان از شرکت در انتخابات صحبت کرد که شرایط رقابت مساوی وجود داشته باشد، زمینه سازی برای انتخابات عادلانه را یک حق و نه یک شرط دانست و تصریح کرد در سالهای اخیر چندین هزار ساعت علیه جریان اصلاح طلبی سخن پراکنی شده و تهمتهای شگفت‌انگیزی به اصلاح طلبان و منتقدان زده شده، ولی هیچگاه مجال پاسخگویی به آنها ایجاد نشده است. با این حال چگونه میتوان انتظار داشت که در انتخابات شرکت کنند و تن به چنین رقابتی بدهند؟ به گزارش ایسنا، سید هادی خامنه‌ای همچنین با تاکید بر اینکه جریان اصلاح طلبی یک جریان فکری فرهنگی ریشه‌دار میان مردم است و قابل حذف کردن نیست گفته، گروه اندکی که با اصلاح طلبان مخالفند در حقیقت با مصالح مردم مخالفند و ریشه آن زیاده خواهی و فوزون طلبی آنهاست. هادی خامنه‌ای تاکید کرده اصلاح طلبان در متن مردم وجود دارند و با تبلیغات سوء و منحرف کننده از بین نمی روند. در حالی که تریبون های عمومی در اختیار مخالفان این جریان است و آزادانه از جو سازی ها علیه جریان اصلاح طلب بهره می برند، اما نتوانستند به نتیجه دلخواه برسند و این همه هزینه مادی و معنوی کارساز نبوده است. مخالفان به خوبی می دانند که در صورت برداشتن محدودیت ها و تهدید ها، مقبولیت و مشروعیت این جریان علنی می شود. دبیر کل مجمع نیروهای خط امام با اشاره به آنچه برخی محدودیت های فرهنگی و رسانه‌ای می نامند گفته، در مقابل هر فیلتر شکن وجود دارد. با روش غیر منطقی و عقلی در مقابل یک اندیشه و عقیده نمیتوان بهره دائمی برد. سید هادی خامنه‌ای همچنین گفته زمینه سازی ابتدایی ترین لوازم برای برگزاری انتخابات عادلانه حق ماست و نه شرط. پس کسانی که با این مقدمات مخالفند صراحتن و شجاعانه بیان کنند که جبهه اصلاحات و خط امام حق شرکت در انتخابات را ندارند. سید هادی خامنه ای طرح جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها را هم یک بازی تبلیغاتی برای منحرف کردن افکار عمومی و ایجاد نگرانی در میان مردم دانسته و آن را شکست پذیر خوانده است و افسوده، اول باید با ملت آشتی کنیم و حقوق مردم را محترم بشماریم و بعد آنها را به رعایت قانون توصیه کنیم. قانون شکنی نکنیم و به حریم ها تجاوز نکنیم و حرمت و کرامت افراد جامعه را رعایت کنیم. آنگاه انتظار عمل به قانون را از شهروندان داشته باشیم. آیت الله امجد گفت تا به کلی سقوط نکرده اید به حرف مردم گوش دهید.
آیت الله امجد با تاکید بر اینکه با مردم نمی‌شود بازی کرد خطاب به حاکمان گفته همه می‌دانند که ما خائن به ملت نیستیم و قصد ما لطمه زدن به جامعه نیست. حرف ما این است که روشن شوید تا به کلی سقوط نکنید. جمهوری یعنی مردم راضی و ناراضی بتوانند حرف خودشان را بزنند. آن وقت خواهید دید جامعه چقدر رشد خواهد کرد. نه اینکه همه رسانه‌ها را یک طرفه کنیم و آن وقت یک کسی به اسم روحانی هر چه دلش می‌خواهد بگوید. این درست نیست. مردم به ما می‌خندند. با مردم نمی‌شود بازی کرد. آیت الله امجد با اشاره به ادعاهای برخی در روزهای اخیر درباره ارتباط با حضرت ولیعصر تأکید کرد امروز هر که می‌گوید با حضرت امام زمان نسبتی دارد یا بگوید خدمت او میرسد دروغ مسلمی گفته است. احدی خدمت امام زمان نمیرسد. اگر هم باشند در بین ما هیچ پیدا نیستند و هیچ وقت این علمداران و شخصیت‌های ما نمیتوانند این کار را بکنند و هیچ کس حق ندارد بگوید خدمت امام زمان میرسد. به گزارش کلمه آیت الله محمود امجد در جمع نمازگزاران با بیان این که هر حرفی میزنیم در عالم ضبط میشود پس خلاف نگوییم فریبکاری نکنیم و مردم را در لباس روحانیت گول نزنیم افسوده مردم میفهمند امروز دیگر روزی نیست که بتوان سر مردم کلاه گذاشت. یادآور می‌شود محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه ولی فقیه از سوی امام زمان معین شده و دستورات او را هم معین کرده و فرموده است که گوش به حرف ولی من دهید گفته است ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچگاه اشتباه نمی‌کند چرا که اگر بخواهد تصمیم بگیرد و این تصمیم 100% به ضرر امت اسلام باشد وظیفه لطف امامتی امام زمان ایجاب می کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست جمهوری اسلامی را رد کرد. در حالی که رسانه‌های خبری گزارش داده بودند که جمهوری اسلامی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته تا تایید کند تهران در شماری از زمینه‌ها با آژانس همکاری کامل داشته است، این نهاد بین المللی شامگاه سه‌شنبه 21 تیر ماه این درخواست مقامات جمهوری اسلامی را رد کرد تا همزمان یوکی آمانو مدیر کل آژانس پس از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی صریحاً اعلام کرد مسئله اصلی و اساسی به جای خود باقی است و هنوز هم حل نشده است. ایران به تعهدات خود عمل نمی کند و آژانس نیز در موقعیتی نیست که بتواند چنین چیزی را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار خود با آمانو به خبرنگاران گفته بود ایران آماده است در صورتی که آژانس همکاری‌های دولت ایران را تایید کند روند نزدیکتری در همکاری‌های خود با آژانس اتخاذ کند. همچنین گزارش شده بود که وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آژانس خواسته راه‌هایی برای باز کردن بن‌بست اتمی ایران که منجر به 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل شده است پیدا کند. با پاسخ منفی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کماکان پرونده اتمی ایران در بن‌بست مذاکرات با جامعه جهانی باقی خواهد ماند چرا که یوکی آمانو در اوایل خرداد ماه در تازه ترین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده بود آژانس اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران در گذشته و در زمان حال دریافت کرده است. هاشمی رفسنجانی برگزاری انتخابات آزاد را راهگشای کشور از مشکلات کنونی دانست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته اعتماد متقابل میان مردم، فعالان سیاسی و رسانه‌ای با نظام کارگشا و حلال مشکلات خواهد بود و در گام‌های بعدی برگزاری انتخابات آزاد مجلس و ریاست جمهوری با حضور واقعی تمامی جناح‌ها و گروه‌های دلسوز و معتقد به نظام و قانون اساسی می‌تواند به خروج از اوضاع کنونی کمک کند. هاشمی رفسنجانی همچنین گفته با حسن نیتی که در مقام رهبری سراغ دارم انشاءالله فضای کشور به سوی وحدت، همبستگی و تألیف قلوب پیش خواهد رفت چرا که این کار تنها از عهده ایشان برمی آید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی بر طولانی شدن سکوت وی نسبت به تحولات کشور اظهار داشته، بنده هیچگاه به خصوص در تحولات و حوادث اخیر کشور سکوت نکرده و همواره حرفم را زده و میزنم، اما بنای دعوا و تشدید اختلاف ندارم، چرا که تشنج اختلاف و درگیری را به خصوص در مقطع کنونی که از همه سو تهدید می شویم و نیاز مبرم به وحدت داریم مضر به حال نظام و کشور می دانم. هاشمی رفسنجانی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چه شرایطی منجر به رأی عدم کفایت سیاسی مجلس به بنی صدر شد گفته، بنی صدر علی‌رغم تأکیدات امام مجلس را در رأس امور نمی دانست و اختیارات فوق قانون طلب می کرد، به گونه ای که در اواخر ریاست جمهوری او گاهی قوانین برای اجرا توسط رئیس مجلس ابلاغ می شد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته از حضور گزارشگر حقوق بشر باکی نداریم، در حالی که تمامی مقامات قضایی و امنیتی و پارلمانی و نظامی جمهوری اسلامی مخالفت اکید خود را با اعزام و حضور گزارشگر بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اعلام کردند، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از آنجا که اعتقاد من این است که در نظام جمهوری اسلامی حقوق بشر به معنای واقعی رعایت می شود، در نتیجه نسبت به حضور گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در کشور هیچ باکی نداریم. به گزارش جرس، ستار هدایت‌خواه ضمن بیان این مطلب اظهار داشته حضور گزارشگران حقوق بشر و سازمان ملل یک شرط دارد و آن اینکه این گزارشگران باید بی‌طرفانه رفتار کنند و افرادی بی‌طرف باشند و اگر غیر از این است بهتر است که اجازه ورود نداشته باشند. این عضو کمیسیون فرهنگ مجلس در ادامه اظهار عقیده کرده اگر ناظر بی‌طرف باشد و بدون پیش‌داوری و بر پایه مبنای عقلی وارد کشور شود، ما نه تنها مخالف نیستیم بلکه از حضورشان استقبال هم میکنیم، ولی واقعیت این است که این ناظران عوامل دست آمریکا و کشورهای غربی هستند. کلاس‌های علامه طباطبایی زوج و فرد میشوند و استادان منتقد به لیست سیاه میروند. به گزارش کلمه، صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی که از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد و رحیم مشرعی است در دستوری محرمانه به رؤسای دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی فهرست های سگانی از استادان دانشگاه تهیه کرده که شامل لیست های سفید، خاکستری و سیاه می شود. او با هدف تحقیر برخی از استادان مرد برجسته و خوشنام دانشگاه که به مدیریت او انتقاد دارند، نام آنها را در لیست سیاه قرار داده و دستور ممنوعیت تدریس آنها را در کلاس‌های دخترانه صادر کرده است. در شیوه خاص تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی، نوعی طرح زوج و فرد در برنامه‌های کلاسی و فعالیت‌های دانشگاه به اجرا گذاشته شده. روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته و برنامه آموزشی سال تحصیلی آینده نیز بر همین اساس تنظیم شده است. این در حالی است که ترکیب جنسیتی دانشگاه علامه یک دست نیست و حدود 80% دانشجویان این دانشگاه دختر هستند و در برخی رشته ها همچون ادبیات و روانشناسی سهم دختران از این هم بیشتر است. بدین ترتیب در قالب کلاس های این دانشگاه تعداد پسران بین 3 تا 7 نفر است و بدین ترتیب مشخص است که نتیجه زوج و فرد شدن دانشگاه چه خواهد بود. رئیس روحانی این دانشگاه همچنین شخصاً استادان مرد دانشگاه را در لیست‌های سفید، سیاه و خاکستری قرار داده است. لیست سیاه که تعداد زیادی از استادان برجسته دانشگاه را در بر می‌گیرد و شامل استادان مستقل و منتقدان مدیریت این دانشگاه نیز می‌شود، این استادان اجازه هیچ گونه ارتباط اهم از تدریس، راهنمایی و مشاوره به پایان‌نامه دانشجویان دختر را ندارند و فقط مجازند در کلاس‌های پسرانه تدریس کنند. در این بخش با خبرهای کوتاه همراه ما باشید.
مریم مجد، عکاس ورزشی، در شرایط جسمی نامناسب در بند 209 زندانی اوین به سر می‌برد. به گزارش کلمه، منابع خبری نزدیک به مریم مجد اعلام کردند. این عکاس روز گذشته در تماسی که به خانواده‌اش داشته گفته از درد شدید کلیه رنج می‌برد و از جمعه گذشته نتوانسته غذا بخورد. مریم مجد به بیماری‌های قلب و کلیه مبتلا است و مدتی پیش نیز در بیمارستان بستری بوده است. مریم مجد عکاس خبرنگار تخصصی ورزشی زنان است که سابقه همکاری با مجله زنان، خبرگزاری ایسنا و روزنامه ورزشی تماشا را دارد. وی قرار بود روز 27 خرداد به آلمان برای پوشش خبری رقابت‌های جام جهانی زنان سفر کند که نرفتن وی شبهاتی را ایجاد کرد و در نهایت اعلام شد وی در بازداشت به سر می‌برد. از بازداشت ایوب پورفتحی، دانشجوی دانشگاه شیراز، هم بیش از 4 ماه می‌گذرد. به گزارش جرس، ایوب پورفتحی، دانشجوی دانشگاه شیراز که پس از کشته شدن حامد نور محمدی، دانشجوی دیگر دانشگاه شیراز بازداشت شد، 90 روز اولیه بازداشت خود را بدون هیچ قرار قانونی در بازداشتگاه اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 گذران و در سکوت رسانه‌ای شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرد. به گفته یکی از نزدیکان او که در عادل‌آباد به ملاقات وی رفته است، آثار شکنجه همچنان بر بدن این زندانی سیاسی مشهود است. پورفتحی همکنون با قرار بازداشت موقت در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد و با وجود طولانی شدن دوران بازداشت، مسئولان دادگاه انقلاب شیراز از بررسی پرونده او و تعیین تکلیفش در این مورد خودداری می‌کنند. همسر یک فعال مدنی زندانی گفته وثیقه را گرفتند و همسرم را ممنوع الملاقات کردند. با گذشت بیش از 2 هفته از بازداشت دکتر محمد حسن یوسف پورسیفی و با وجود اینکه تودیع وثیقه تعیین شده از سوی خانواده او، مقامات قضایی از آزادی وی ممانعت کردند. وی از زمان بازداشت در روز 4 تیر ماه تا کنون ممنوع الملاقات و تحت بازجویی بوده است. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد حسن یوسف پورسیفی، فعال حقوق بشر و از اعضای جمعیت کودکان کار و خیابان، پس از دریافت احضاریه کتبی و مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شده است. همسر دکتر پورسیفی که همکنون در کانادا زندگی می کند با ابراز نگرانی از روند حقوقی پرونده همسرش تأکید کرده که به دلیل اینکه پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است، اجازه مداخله حقوقی وکیل برای دفاع داده نمی شود و این موضوع واقعا نگران کننده است. یک استاد دانشگاه از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد. به فاصله کمی از نامه آقای محمود احمدی نژاد به وزیر علوم که در آن خواسته شده بود از اخراج اساتید خودداری شود، دکتر سعید مشیری از اساتید به نام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه که در دوره دکترای این دانشگاه دروس اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی تدریس می‌کرد، با حکم صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد. به گزارش آینده، دکتر مشیری که دارای رتبه دانشیاری می باشد از اساتید به نام بین المللی اقتصاد است که به طور همزمان به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های معتبر کانادا هم تدریس می کرده. اخراج وی در حالی صورت می گیرد که ماه قبل پس از انتشار فهرستی از اساتید که در آن ادعا شده بود دانشگاه علامه قصد اخراج ایشان را داشته و نام مشیری نیز در آن به چشم می خورد، شریعتی به شدت این موضوع را تکذیب کرده است. با این حال، این استاد برجسته دانشگاه در حال حاضر پس از 26 سال سابقه همکاری مداوم با دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه به بهانه قطع همکاری اخراج شده است. و در ادامه، روحانی گفت برگزاری انتخابات آزاد و بی‌طرفی دستگاه‌های نظارتی شروط اصلاح طلبان است.
انتقاد شاگردان آیت الله دستقی و از اقدام اخیر نمایندگان رهبری، توقف پرداخت خط اعتباری مسکن مهر به دلیل عدم وجود نقدینگی و غیر قابل حل بودن مسئله احمدی نژاد و حمایت مصلحتی رهبری از او. روحامی گفت حذف به نفع کشور نیست، شورای نگهبان جانبداری نکند. عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با بیان اینکه در حال حاضر سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت به حالت انحلال در آمده و حزب اعتماد ملی و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم نیز برای برگزاری جلسات خود با موانع روبرو هستند و ما در شرایط فعلی خیلی نمیتوانیم با تابلوی اصلاح طلبی وارد فعالیت شویم اظهار عقیده کرد، فراهم نبودن زمینه حضور اصلاح طلبان در عرصه رقابت‌های سیاسی مانع فعال بودن نیروهای ما نیست. به گزارش ایمنا، محسن روحامی در رابطه با شرایط ورود اصلاح طلبان به عرصه رقابت‌های سیاسی و انتخابات با اشاره به موضع‌گیری‌های سابق چهره‌های برجسته این جریان گفت اصل حرف ما همان مواضع و شرایطی است که از طرف چهره‌های اصلاح طلب مطرح شده و می‌شود و چنانچه شرایط را مهیای حضور و فعالیت آزاد و رقابتی ببینیم حتما وارد انتخابات می‌شویم. روحامی برگزاری انتخابات در چارچوب قانون و بی‌طرفی دستگاه‌های نظارتی را از جمله شروط مهم اصلاح طلبان خواند و بدون اشاره به انتخابات چند سال اخیر کشور و نفوذ و دخالت و تاثیرگذاری نهادهای سیاسی و نظامی و مقامات خاص گفته باید از نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان و وزارت کشور در بحث برگزاری اطمینان حاصل شود که به نفع یک جریان خاص در انتخابات موضع‌گیری نکنند. شاگردان آیت الله دستقی و از اقدام اخیر نمایندگان رهبری انتقاد کردند. بنا به گزارش منابع حوزوی، با گذشت 2 سال از یورش لباس شخصی‌های حامی رهبر جمهوری اسلامی به مسجد قبای شیراز و ضرب و شتم و سرکوب شاگردان مرجع منتقد حکومت آیت الله دستقی، اخیراً افرادی که خود را نمایندگان رهبری معرفی کردند به آن حوزه آمده و بدون اشاره به حوادث این 2 سال اخیر در آن مسجد اقدام به دادن هدایایی به اساتید این حوزه کردند. این افراد پس از توضیحات مسئولین حوزه مبنی بر اتفاقات این 2 سال اخیر از همه چیز اظهار بی اطلاعی کرده و خواستار آن شدند که موضوع مکتوب نوشته شود تا مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش تارنمای حدیث سرو، به همین دلیل طلاب حوزه علمیه آیت الله علی محمد دستقی با ارسال نامه‌ای به دفتر رهبری و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم این گونه اقدامات را مایه عدم استقلال حوزه دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. در قسمتی از این نامه آمده است معلوم نیست این حرکت از ناحیه چه کسی صورت گرفته است. این حوزه قریب به 2 سال است که مورد اهانت و تهمت‌های بی مدرک و خارج کردن طلاب از مدارس و مساجد و ادارات به دستور همین مقامات واقع گردیده. حالا چه شده که این افراد متهم به ضد ولایت فقیه و وابسته به خارج قرب و منزلت پیدا کردند؟ پرداخت وام مسکن مهر به دلیل عدم وجود نقدینگی متوقف شد. رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور از توقف پرداخت خط اعتباری مسکن مهر به دلیل عدم نقدینگی به این طرح خبر داد. به گزارش اینا، ایرج رهبر معتقد است رکود حال حاضر در طرح مسکن مهر ناشی از عدم نقدینگی است و افزوده ادامه این روند موجب خواهد شد که بسیاری از پروژه‌های در دست اقدام که با قراردادهای 300 هزار تومانی بسته شدند با تورم مواجه شوند و در آینده سازندگان نتوانند به تعهدات خود عمل کرده و پروژه‌ها را به اتمام برسانند. همزمان و در ادامه واکنش ها نسبت به ادعای اخیر رئیس دولت مبنی بر واگذاری 1000 متر زمین به هر خانوار ایرانی، وزیر صنایع و مسکن و معادن دولت اصلاحات گفته موضوع واگذاری زمین که از سوی دولت مطرح شده اگر طرح به شمار آید باید گفت که تقریبا غیر ممکن است، مگر اینکه همراه با جزئیات ارائه شود تا قابلیت بررسی هم داشته باشد. مطهری گفت مسئله احمدی نژاد قابل حل نیست، حمایت رهبری از اون مصلحتی است.
علی مطهری ضمن ابراز ناخرسندی از منتفی شدن طرح سوال از رئیس دولت، مهمترین اثر سوال رو اقتدار مجلس و شکستن غرور کاذب رئیس دولت دانسته که به آسانی نتواند بگوید من فلان قانون را اجرا نمی کنم. به گزارش خبر آنلاین، وی پیرامون بازپسگیری امضاهای طرح سوال از رئیس دولت و کانال ام یکون تلقی کردن این طرح گفته تاکنون دو نفر از امضا کنندگان اعلام کردند که امضاهایشان را پس گرفتند. یکی از امضا کنندگان هم گفته بود که از ناحیه استانداری ها تحت فشارند. البته نمایندگان دیگری اظهار آمادگی کردند که حاضر به امضا هستند. علی مطهری معتقد است رهبری با طرح سوال اگر به صورت منطقی و اخلاقی و بدور از جنجال انجام شود مخالفتی ندارد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته برخی مخالفان احمدی نژاد نگران این مسئله هستند که میگویند نباید به احمدی نژاد تریبون و فرصت داد تا به تشریح مواضعش بپردازد و از تریبون مجلس بهره برداری کند. اما ما معتقدیم که وی در اکثر موارد پاسخ قانع کننده‌ای نخواهد داشت، چون به برخی قوانین اصلا اعتقاد نداشته، آنها را اجرا نکرده است و هر دلیلی هم بیاورد قانع کننده نخواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از سیاست خارجی دولت از قربانی شدن منافع کشور به خاطر سیاست‌های آقای احمدی نژاد انتقاد کرد. آقای رفسنجانی به کسانی که به دنبال ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا هستند هشدار داد که اروپایی‌ها همیشه با آمریکا بودند و به دلیل منافع مشترکی که با آمریکا دارند از آن کشور جدا نمی‌شوند. برای بررسی بیشتر انتقادات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا مصاحبه ای انجام داده ایم که میشنوید. آقای بروجردی، آقای رفسنجانی در مصاحبه خودش به کسانی انتقاد میکنه که امید دارن بین اروپا و آمریکا بر سر ایران شکاف ایجاد کنن. به نظر شما ایشون مشخصا داره از چه کسایی صحبت میکنه؟ ولو حرف ایشون دقیقا مشخص نیست، از لفظ آقایان استفاده کرده، ولی با توجه به مابقی صحبتهایی که در این مصاحبه کرده به نظر میاد که روی سخنشون با دولت آقای احمدی نژاد هست. البته باید خدمتتون بگم که این اولین بار نیست، این سیاستی است که ایران مدتها حتی در زمان خود ایشون و آقای خاتمی هم سعی کرده دنبال بکنن. به طور مشخص در حضور آقای روحانی در شورای امنیت ملی این بحث مطرح بود که میشه اروپا رو تشویق کرد که این مقدار از امریکا فاصله بگیره، ولی فکر میکنم این بیشتر یک خیال خوش بود تا یک واقعیت و حقیقتا دستگاه دیپلماسی ایران نتونست از خودش اون کارایی لازم رو برای اینکه یک امر خطیری مثل این رو انجام بدن رو به اصطلاح بروز بده. با توجه به تحولات 3 ماهه اخیر در فضای سیاسی کشور، تا چه حد ممکنه تضعیف موقعیت آقای احمدی نژاد باعث تغییری در سیاست خارجی ایران بشه؟ من حقیقتا فکر نمی کنم که این بحران قرار تغییری واقعا در سیاست خارجی به وجود بیاره، چون ببینید مسئله این است که همونجور که آقای رفسنجانی هم امروز در این مصاحبهشون به یه شکل زیرکانه‌ای اشاره کردن، اونجا که گفته بودن که ما در آن سالهای گذشته تفت جواب امریکا رو میدادیم و این هم تابع رهبری بود و لزوماً به نفع ما هم نشد، در جای دیگرش میگه که ای کاش مثلا با امریکا هم مثل اروپا برخورد کرده بودیم. این بیان کننده این هست که سیاست خارجی ایران در قبال امریکا رو در نهایت کسی که تصمیم میگیره شخص رهبر هست و فکر نمی کنم اختلافات با آقای احمدی نژاد میتونه در این رابطه تأثیر چندانی بذاره، کما اینکه در دوران آقای خاتمی هم به هر حال حق وتو رو راجع به رابطه برقرار کردن با امریکا کماکان آقای رهبر برای خودشون رزرو کرده بود. به عنوان سوال آخر، آقای هاشمی رفسنجانی در بخشی از مصاحبه اخیر خودش گفت که الان کاملا میشه در شرایط مساوی و با رعایت احترام متقابل با آمریکا مذاکره کرد. به نظر شما آیا واقعا چنین امکانی برای حکومت ایران وجود داره؟
نه من فکر نمی کنم. ببینین اولا که این دوتا کشور دو کشور برابر نیستن، خارج از این که رهبران ایران چه رویاهای راجع به بزرگی و عظمت خودشون در سر می کردنن، حقیقت سیاست بین‌المللی دنیا این است که چه در حوزه اقتصاد چه از لحاظ تکنولوژی امریکا نه تنها از ایران، از بقیه 191 کشور دیگری هم که در دنیا هستن بالاتر قرار گرفته. و صحبت کردن از اینکه ما برابر میتونیم با امریکا صحبت بکنیم یه مقدار بیشتر به شوخی میمونه. امروزه هم ما شاهد این هستیم که وضعیت ایران در رابطه با امریکا هر روز بدتر میشه، یعنی تحریم های روزافزون وضعیت ایران تصدیق میشه. همین امروز درخواست ایران برای تایید همکاریش با آژانس اتمی رد شد. سازمان ملل گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر برای ایران تعیین کرده و همه این عوامل تاکید در این داره میکنه که این ایران هست که متاسفانه داره در روابط بین المللی جایگاه خودش رو از دست میده و نمیتونه صحبت کردن رفسنجانی راجع به اینکه ما با امریکا از موضوع برابر صحبت میکنیم به نظر من نه در قبل درست بوده نه امروزه است. متشکرم آقای دکتر بروجردی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما رو همراهی کردید. تا فردا شب خدا یار نگهدارتون.